جمالا خواننده اوکراینی برنده 61مین دوره مسابقه آواز یوروویژن شد. ترانه این آهنگ مضمونی تاریخی دارد و داستان کوچ اجباری تاتارها از جزیره کریمه در دوره استالین را روایت می‌کند. موضوعی که هدف انتقاد برخی از جمله مقامات روسیه قرار گرفته است. جمالا پس از دریافت جایزه گفت: این هم افتخار بزرگی برای من است و هم مسئولیت مرا سخت‌تر می‌کند. می‌دانید مطمئن بودم اگر حقیقت خوانده و گفته شود مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرند. It really can touch people. All the interviews, all the PR communication. با اینکه نماینده اوکراین در نهایت مقام اول این دور از مسابقات را کسب کرد، اما ترانه اجرا شده توسط نماینده استرالیا بالاترین رأی هیئت داوران را به خود اختصاص داد. اجرای نماینده روسیه به ویژه نورپردازی صحنه نیز به شدت مورد توجه قرار گرفت و با اینکه این کشور از دید بینندگان رتبه اول را کسب کرد، اما در نهایت مقام سوم را به دست آورد. خواننده گروه روس میگوید: ما خیلی برای حضور قدرتمند کشورمان تلاش کردیم و فکر میکنم موفق شدیم، حداقل اینکه بینندگان اروپایی ما را سزاوار مقام اول دانستند و این خیلی مهم بود.